ازاد و سلام دارم به شما امیران عزیز ارجمندم. امروز جمعه است، تو این دو روز اخیر جنجالی به پا شده بود بر سر یک زن جنایتکار با 96 سال سن که در قتل 11,000 اسیر بیگناه شریک بوده در یکی از اردوگاه های مرگ نازی، و اما هنوز اشتیاق زندگی کردن داره. از دست قانون میخواست فرار بکنه، 96 سال سن، از محل بازداشت خودش در کوی پناهندگان فرار میکنه، میاد بیرون، سوار تاکسی میشه و بعد هم قبلش هم یک نامه نوشته به دادگاه که من به خاطر کورولت و ناتوانی جسمی قادر نیستم در دادگاه حاضر بشم، یعنی که وکلا از من دفاع میکنن. ولی جالبه که وقتی پای فرار به میان میاد، او اقامتگاه خودش و محل بازداشت خودش رو ترک میکنه و سعی میکنه که از منطقه فرار بکنه در شلسویش هولشتاین. هر حال محاکمه یکی از اعضای کارتل جنایت نازی ها در جنگ دوم جهانی بین سالهای 1943 تا 1944، میشه یک سال قبل از پایان جنگ، اینا روی هم به طور سیستماتیک و بیوقفه 11,000 اسیر خودشون رو هر روز میکشتن. این کشتار ادامه پیدا کرد تا پایان جنگ فرا رسید. این یکی از آخرین بازماندگان نسل جنایتکاران در اروپا. اما همینم در برنامه که امروز آقای رضا کیهان عزیز اون رو هدایت میکنه، با چه هستیم؟ با یک استراتژی بازرگانی، سخنران و استاد دانشگاه، همینم در دانشگاه USC در همین لس آنجلس، آقای سعید محاسب که چندین اثر خواندنی داره، سعید هم به زبان انگلیسی هم به زبان چینی، آخر کارهای او به زبان چینی هم منتشر شد و در دور پیش از کرونا بالا به چین میرفت و در کلاس های آموزشی شرکت داشت و شاگردانی که از تحقیقات و اطلاعات او بهره گیری میکردن. سعید واسب عزیز خیلی خوش آمدی. درود بر شما و شنوندگان و بینندگان و خوب و خوشحال و انشاءالله سلامت شما. ممنون، تشکر میکنم. دیروز یک مناظره داشتیم، مناظره بود، مجادله بود، چی بود در رادیو بین آقای سعید محاسب، من بودم، آقای سعید محاسب و آقای دوتو فرهنگی هولاکویی، محصم بر سر اتفاقاتی بود در آمریکا داره میگذره. این موضوع تلاش جمهوری خواهان برای تعطیل کردن دولت جو بایدن و بهانه‌شون هم همین لایحه بودجه آقای بایدن. بار گذشتم در دوره دونالد ترامپ دموکرات ها موفق شدن 35 روز دولت رو تعطیل بکنن، دولت نتونه حقوق پرداخت بکنه و نهادهای دولتی به این ترتیب تعطیل بشن. این بار هم الان جمهوری خواهان عمله به مصر میخواستن بکنن، حالا جنگ و جدل کماکان ادامه داره. حالا این مهم نیست، اما اون چی که مهم اینه که میخوام ببینیم که یک دولت تا کجا میتونه سخت بدهی های خودش رو بالا ببره. الان ایالات متحده آمریکا یکی از بدهکارترین کشورهای دنیاست، ولی در این حال این بدهی به هیچ وجه از اعتبارش کم نمیکنه. آقای سعید محاسب سراپا گوشی، واقعا بالا رفتن بدهی اعتبار هیچ دولتی رو کم نمی کنه، بسته به اینی که آیا پشتوانه برای این بدهی هست یا نیست. درسته؟ بله. ببینید، برای اینکه این مسئله یه ذره باز بکنیم، بعد این ببینید، شما همونطور که گفتید در دوران آقای ترامپ هم این مسئله ایجاد شد. این مسئله این است که سقف بدهی رو مشخص بکنن، یعنی اینی که قبل از 1917 جنگ جهانی اول در امریکا اینجوری بود که هر مثلا قرضه ملی دولت صادر بکنه اینها، یعنی دولت اگر قرض میکرد به منظوری
میرفت به کنگره، کنگره اونجا مثلا قبول میکرد و رای میدادن اینا. بعد 1917 گفتن نه این خیلی کار زیادی میشه، یا مملکت به این بزرگی. گفتن که خود به اصطلاح وزارت دارایی امریکا این کار رو انجام بده و دولت به اصطلاح کنگره این سقف این رو بذاره. هدف سقف در این نیست که پولی رو که جدید میخوان، یعنی به بودجه‌ای که الان دارن ارتباط نداره که در آینده چی میخوان خرج کنن. این سقف در مورد اون چیزیست که در از قبل بهش به اصطلاح قول دادن یا قرض گرفتن یا باید پول مردم رو بدن. مثلا فرض داریم شما دولت امریکا یک قول و قراری داره به اینی که حقوق افراد ارتش رو بده، یک سوشال سکیوریتی که در اینجا هست، دولت یک از قبل یک قول و قراری داره که این رو بده. یعنی این پول جدیدی نیست، این میدونن که باید این رو بدن. پس این سقف در این، البته این تا دوره 1990 دوره آقای کلینتون بودجه و این سقف با هم تنظیم میشد، ولی از اون دوره اینا رو جدا کردن. از فکر میکنم سال 1960 تا حالا یه چیزی حدود 80 بار این عمل انجام شده که سقف و بالا بردن. یعنی دفعه اول نیست، این یه چیزیست که مداومه. حتی مثلا در دوره آقای ریگان فقط 18 بار اینو بالا بردن. البته دو دوره ایشون پرزیدنسی داشته، در دوره آقای جورج بوش و آقای کلینتون هم 7-8 بار بالا بردن. در دوره آقای ترامپ یه دوره بوده 2 بار بالا بردن. و این یه چیز معمولی است. چرا؟ برای اینکه دولت داره همینجوری بیشتر و بیشتر بزرگ میشه و هرچه که بزرگتر میشه به اصطلاح خرجش هم بیشتر میشه. اما بله، اما ببینید الان دولت امریکا یه چیز حدود 28.4 این سقفه، تریلیون، 28.4 تریلیون این سقفه. در حال حاضر دولت امریکا شده 28.43، یعنی 28.43، یعنی 0.03% بیشتر از اون سقفه. و این سبب 28 تریلیونو، بله 28.430 میلیون، 30 میلیارد، بله یه عددهای و رقمهای عجیب غریبیه دیگه. این میزان بدهی ایالات متحده آمریکا در حال حاضر، بله بله، این میزان بدهی ایالات متحده حدود این عدد جی دی پی یا درآمد خالص امریکا یه چیزی حدود 21 میلیارده. 21 میلیارد یعنی تولید ناخالص ملی آمریکا 21 تریلیون دلار. 21 تریلیون دلاره. برای اینکه این متوجه بشین، مثلا چین هست 14 تریلیون دلار. برای اینکه باز متوجه بشین این عدد 21 تریلیون مال ما در ایران هست 500 میلیارد، یعنی نصف یک تریلیون، یعنی یک چهلم امریکا، برای اینکه در مقایسه متوجه بشین. پس گروه میگن اگر درآمد ما در سال هست 21 تریلیون در امریکا، باید بدهکاریمون بیشتر از درآمدمون نباشه. یعنی ما 28 تریلیون بدهکاریم ولی در سال 21 تریلیون درآمد داریم و این ناسالمه. این بحثیه که الان در خیلی جا هست. همونجوری گفتم 80 بار اینو تغییر دادن، یعنی این مسئله نیست که حالا یه دفعه شده. هر چیزی که این بزرگتر شده دولت، طبیعتاً این مسئله بعد. حالا ببینید مثلا از این 6-7 تریلیون دلارش در اساس کرونا به وجود اومده در سال گذشته. از این بدهکاری 28 تریلیون و یه عاملی شده که دو گروه و دو جناح سرش با هم کشتی میگیرن، اگه آقای ترامپ اگه آقای بایدن، سر این مسئله. مسئله است که با هم دیگه میخوان آتو بگیرن، برای اینکه خب دولت بیاد میاد پایین. مثلا فرض کنید الان سوشال سکیوریتی اگر این مثلا
ندن این پول رو، اگر این سقف رو بالا نبرن، یه روز 50 میلیون آمریکایی که سوشال سکیوریتی میگیرن پولشون رو نمیگیرن. یعنی تا ماه نوامبر یه روز 80 میلیارد دلار دولت نمیتونه بدهکاریاشو بده. این یک عدد بزرگیه و این سبب میشه که قدرت اقتصادی پایین میاد و این قدرت اقتصادی هم خیلی رابطه مستقیم در انتخابات داره. یعنی میگن یک پرزیدنسی که خیلی وضع اقتصادش خراب باشه هیچ موقع دوباره انتخاب نمیشه، و چون در 2022 هم یه مقدار انتخاباته، این تاثیر مستقیم میذاره. حالا سوال شما در این بود که اگه در این چارچوب، آیا اینی که 28 تریلیونه و اون 21 تریلیونه و این فاصله چیه؟ ببینید، شما ممکنه که درآمدتون یه اندازه‌ای باشه، ولی میری یه خونه میخرید که 1 میلیون دلار پولش رو میدید، این خونه رو خریده. این 1 میلیون دلار رو میرید 20 درصدش رو میذارید، 10 درصدش رو میذارید به اصطلاح داون پیمنت، و بقیه رو وام میگیرید. یعنی شما یه چیزی حدود مثلا 900 هزار دلار وامتونه، ولی خب شما در ماه دارید 10 هزار دلار در میارید حقوقتونه. اون 10 هزار دلار فقط برای اینه که میگن که شما بتونید چی بشه، بتونید که اون بهره اون وامتون رو بدید. اگه میتونید اون رو بدید میگن کار دارید، بهره رو میتونید، ولی تمام حساب نمیکنن. یعنی شما مثل این بگیرید که اون درآمد جی دی پی امریکا 21 تریلیون اینه که 300 خورده میلیون نفر در امریکا کار میکنن، یا اقتصاد و شرکت ها کار میکنن، اینقدر درآمد دارن 21 تریلیون، ولی در مقابلش 28 تریلیون بدهکارن. ولی چیزی که در نظر گرفته نمیشه سرمایه است که دارایی کل امریکاست. یعنی شما وقتی که میگید من فرض کنید یه خونه خریدم 1 میلیون دلار، اون خونه 1 میلیون دلاری مال شماست، اینقدرشو بدهکارید. اگر احیانا نتونید اون رو بدید، اون سرمایه دارایی خونه شما پشتوانه شما خواهد بود. پس میگم خیلی ها در این عقیده هستن که اگر این 28 تریلیون از این 21 تریلیون بالای رفت، دیگه دنیا کفر یکم شده. ولی شما مثلا ژاپن رو میگیرید، حدود 230 درصده. ما امریکا حدود 135 درصد خورده میشه، اگه تقسیم بکنید 28 میلیون رو تقسیم بر 21 بکنید، یه چیزی حدود 135 درصد میشه. مثلا فرض کنید همچنین گفتم ژاپن یه چیزی حدود 240، ولی ممالک مثلا عربستان سعودی و حتی روسیه اینا حدود 19 درصد هستن. یعنی بدهکاریشون خیلی کمه. چین 14 تریلیون جی دی پیشه که بعد از امریکا بالاترینه، ولی حدود 6 تریلیون بدهکاری داره. یعنی نصف تقریبا. نسبت به اینی که سیستم اقتصادی رو چجوری ران میکنن این فرق میکنه. در امریکا ما سیستم با کردیت کار کردن داریم، یعنی با بدهکاری کار کردن داریم. حالا نکته در اینه که این بدهکاری اندازش مهم نیست، هدفش مهمه. یعنی شما این مقداری رو که میگیرید، یعنی قرض ملی دارید به اصطلاح، وقتی ما میگیم دولت بدهکاره، به کی بدهکاره؟ به مردم بدهکاره. یه مقدارش هم این قرض ملی ها دولت های دیگه خریدن یا شرکت ها خریدن، ولی اصل اصولش در این است که قرض ملی دولت چاپ میکنه میده به دست مردم، مردم در مقابلش بهش پول میدن. یعنی این تتمه اضافه درآمدی است که مردم توسط مالیات به دولت میدن. یعنی در امریکا حدود 3 تریلیون خورده در سال مالیات میدن مردم. از این اکثرش از افراد میاد، نه از شرکت ها. یه چیزی 6-7 درصد، کمتر از 9 درصد، 8-9 درصد از شرکت ها میاد. یعنی مالیات اصلی رو مردم میدن. این حدود 3 تریلیون خورده ایه. برای اینکه این بودجه رو اضافه و کم بکنن، قرضه ملی تولید میکنن که اینم باز مردم میگیرن که در مقابلش بهره و اینها میگیرن. خب حالا من نه نظر حزب دموکراتی میخوام، نه نظر مخالفان در حزب جمهوری. خب درباره تناسب بین تولید ناخالص ملی و میزان بدهی میخوام نظر کارشناسی شما رو گوش کنم. به نظر شما ایالات متحده آمریکا تو کجا میتونه سقف بدهیش رو بالا برم؟ الان 28 ممیز 4 تا کجا میتونه
این سقف رو بالا بکشه. جامعه بودی ببینید این سوالی است که به تناسب باید جواب داد. یعنی اینه که اولا که برخی یک گروهی هستن که میگن اصلا این سقف نباید وجود داشته باشه، این یه سیستم اقتصادیه اینا. من خیلی موافق با این نیستم. من تصورم بر این است که باید یک تناسبی وجود داشته باشه، و به جای اینکه اینا بگن 28 تریلیون خورده ای یا هر دفعه بشینن با هم جنگ و دعوا بکنن، باید فرمولی ایجاد بشه که این فرمول بگه مثلا فرض کنید دولت امریکا جی دی پیش انقدر بوده، انقدر هم داراییشه، و طبق این فرمول این اتوماتیک اجاست بشه. اگر از این اتوماتیک اجاست شدن نشد، اون وقت کنگره ها چیز بشن. یعنی این مسئله ای که سیاست بازی از توش در میاد، این نظر من. حالا این فرمول چجوری باید کار بکنه؟ خب طبیعتا اینه که درآمد امریکا چقدره یک مسئله مهمی. یعنی شما اگه یه مملکتی داشته باشید که یه تریلیون دلار درآمد داره، 100 تریلیون دلار بدهکاره، بالاخره این از رابطه میفته، این از تناسب میفته. شما ببینید که مثلا فرض کنید خب امریکا از لحاظ دارایی همینجوری داره بالا میره. مثلا فرض کنید خونه ای که اینجا چه می‌دونم 100,000 دلار بوده الان چند میلیونه. خب این دارایی دولت میشه، زمین‌هایی که دولت داره. حتی شما میتونید دارایی‌هایی که به اصطلاح اینتنجبل، یعنی قابل ملموس نیست امروز، یعنی این سیلیکون ولی که ما داریم در اینجا که همش داره اینویشن و شرکت‌های جدیدی که درست میکنن و از دارو گرفته تا تکنولوژی و غیر ذلک، اینا همه در حال درست کردنه. خب پس اینها یک ولیوی داره، یک ارزشی در آینده داره که برای دارایی امریکاست. یعنی این نیست که دارایی فردای امریکا فقط ضرب بکنیم چند متر مربع مثلا فرض کنید زمین دارن ضرب در انقدر زمین. این intellectual property و این خلاقیت و اینایی که سبب ایجاد دارایی جدید هم میشه به بالقوه دارایی امریکاست. ببینید مثلا شما در عربستان سعودی اگه بخواید داراییشون رو بگیرید، میگین چقدر نفت دارن، مثلا چقدر این نفت چند سال میمونه، در چندین سال آینده ما فکر میکنیم قیمت این نفت چقدر باشه، ساختمون دارن. اینا میگن دارایی اینجا اینه، ولی دارایی امریکا دارایی است که جدا و فراتر از اون زمین و تنجبل چیزایی که میتونید شما چیز بکنید. پس بنابراین مقدار دارایی امریکا نسبت به این 28 تریلیون چندین برابره. حالا بعضیا میگن این فرمول باید نمیدونم 20 برابر باشه، 10 برابر. الان اون من خیلی به این عقیده ندارم، برای اینکه حساب کردن اینه که چقدر ارزش دارایی امریکاست بسیار کار سختیه و هر کس میتونه یه فرمول خودشو در بیاره و استفاده بکنه. یعنی من نسبت، ولی آنچه مسلمه به نظر من سقف میتونه بره بالا با این امری که بقیه چیزام بیان بالا، چنانچه که رفته، چنانچه که شما اگر نگاه بکنید در 50-60 سال آینده همینجوری این سقف، همینجوری گفتم یه روز 80 بار از اینا مثلا فرض کنید 50 بارش در دوره جمهوری خواه بوده، 30 بارش در دوره دموکرات ها بوده که این سقف رو تغییر دادن رفتن بالا. یعنی در هر دو دوره بوده. بعضی ها میگن دموکرات ها زیادی خرج کردن این رفته بالا، بعضی ها میگن دموکرات ها زیادی مالیات رو کم کردن، خب پس اون مقدار 3 تریلیون خورده ای که قرار بوده بگیرن از مالیات برای بودجه دولت اون نیومده. پس به دلایل متفاوت. یه موقع میبینید کرونا یک جنگه، جنگ های اول و دوم و ویتنام و غیره و زالک، اینا مجبورن که یه مقداری این قرض میلیارد صادر بکنن که بتونن خودشون اداره بکنن. ولی آنچه مسلمه شما ببینید امروز دارایی امریکا با دارایی 50 سال پیشش فرق میکنه. خب طبیعتا قدرت خرج و قدرت اینه که هم وام بگیره و به کار بندازن باید تفاوت بکنه. حالا سالم اینه که وقتی سقف بدهی کشور مثل آمریکا بره بالا، حالا توفیر یه چیز حدود 7 تریلیونه، به من بفرمایید که تاثیرات مستقیمش روی اقتصاد و مردم چیه، روی معیشت مردم تأثیری داره یا نداره؟
ببینید اصل اینه که تاثیر میذاره در این است که دو جور ما اینو نگاه میکنیم. یکی بگیم که مردم اگر این سقف رو بالا نبرن چی میشه؟ این ایجاد بیکاری میکنه، مقدار زیادی بدهکاریش دولت نمیتونه بده، به دلیل که بدهکاریش نمیتونه بده این ریتینگ هایی که داره میاد پایین، یعنی قرض ملی امریکا اون ارزشش رو نداره. مثلا میگن اگر این چیز نشه، این سقف رو که این بار در جنگ جدالن نتونن بالا ببرن، یه چیزی حدود 15 تریلیون دلار، 15 تریلیون، یعنی شما عدد بزرگیه، از سرمایه مردم عادی کم میشه. یعنی چطور کم میشه؟ میگن کردیت کارت ها میره بالا، خونه ها اینترست ریت ها میره بالا، پس قیمت خونه ها میاد پایین. اینا حساب کتابایی میکنن، یک چیزی حدود 6 میلیون نفر هم بیکار میشن. و این اگر اینو نبرن بالا، که احتمال زیاد اینا یه مقدارش هم جنگ اینه که ببینن کی میتونه از چی چه آتویی بگیره. یعنی آخرین چیزش اینه که در 14 امندمنت، میدونید که امریکا یک قانون اساسیش یه سری امندمنت داره، یعنی اینا رو بعدن اضافه کردن، متمم داره. در قانون اساسی امریکا متمم 14 میگه که به هیچ وجه دولت و کنگره نباید کاری بکنه که بدهکاری امریکا قابل پرداخت نشه. یعنی آخر همه این داستان ها اگر شما بخواید، آقای کلینتون اینو به اصطلاح ترسون که ما میاریم به کورت، سوپریم کورت باید بگید که کار انجام بشه. پس این از لحاظ این است که همونطوری گفتم اگر سقف رو بر ندارن چه ایرادی میشه، اما اگر سقف رو بردارن و دو مرتبه همینجوری این بدهکاری ها بالا بره، بدهکاری دولت در واقع بدهکاری ملت اگر شما در نظر بخواید بگیرید. پس یعنی ما به عنوان یک مملکت در امریکا داریم بدهکاریمون رو میبریم بالا، اما خب اگر سرمایه‌مون هم ببریم بالا مهم، اگر این بدهکاری مال مردمی باشه که پول ندارن ولی طلبکاریش و پولش رو یه سری در بیارن، خب این طبیعتا مشکل پیدا می‌کنه. یعنی شما یک گروهی دارید، دو نفر دارید مثل آقای جف بیزوس و آقای ایلان ماسک، اینا 40% تمام دارایی امریکا رو دارن. خب این غیر منطقی میشه، یعنی بدهکاری نسبت، ولی به اندازه من و شما بدهکارن اونام، یعنی اگر 28 تریلیون رو تقسیم بکنید به افراد، اونا هم همین قد من و شما بدهکاری دارن، ولی خب درآمدشون و سرمایهشون بالاتر. پس آیا در دراز مدت تفاوتی میکنه؟ یه جورایی میتونید بگید روی کاغذ اقلا تفاوت میکنه، اما تا موقعی که این بازی ادامه داره، ما نمیتونیم بگیم مردم بازندن، یعنی که بازی ادامه داره، مگر اینکه آخر، یعنی اینجوری نیست که بگیم آخر شب شد، فرض کنید مردم دارن پوکر بازی میکنن یا رامی بازی میکنن، هر چی میگن آقا 10 شد بستیم دیگه تموم شد هر کی بره خونه شون. این بازی ادامه داره همیشه، یعنی اینجوری نیست که بگیم خب حالا شما مردم بیان بدهکاریتون رو به دولت بدید. خب بنابراین بازی ادامه داره، نگرانی نیست. و تشکر میکنم از آقای سعید محاسب بابت شرکت در این برنامه. البته هنوز پرسش های دیگری هم دارم، مثلا موردی گفتن که به نظرم خیلی عالی اهمیته، موشی در سیلیکون ولی مثلا داره صورت میگیره، چون اسم جف بیزوس آقای ایلان ماسک اومد و این تلاش های اینها در رشته فناوری، های تک، هوش مصنوعی، اینا سرمایه های آینده ایالات متحده آمریکا هستن که امروز محاسبه میشن. یعنی محصولاتی که عرضه میکنن و نتایج فوری و مستقیم میدارن بر بالا بردن قدرت، توان و ظرفیت اقتصادی ایالات متحده آمریکا. آقای محاسب ممنونم، خوشحال بودم در خدمت شما بینندگان عزیز.